پس از حمله مرگبار در یک مرکز نظامی پاکستان، مقام های ارشد آن کشور شعار انتقام سر دادند. یک روز پس از این سخنان رئیس جمهور پاکستان، شب گذشته تیارات کشفی و جنگی آن کشور در ولسوالی برمل پکتیکا و اسپیره خوست حملاتی را انجام می دهند. حمله هایی که جانب پاکستان مدعی شده که یک قماندان تحریک طالبان پاکستانی را هدف قرار دادند. چند ساعت پس از این حمله، نوار تصویری این قماندان تی تی پی از منطقه وزیرستان جنوبی به نشر رسید. زا عبدالله شایو دی تی تی پی یو دالگه مسئولیو خاص کرده شکتی دی علاکه. وچدکی می پپرگنده پاریجی داغا به بنیاد آدی نن دی رجی و مارزدو و تلاسام تاریخ تای دی مارچ. نورکار چیر شده پپرگنده شی. او میش خپل جنوبی وزیرستان شه په دارا شوال شه د میجه اول نه فعالیت نه دی میجه چیر نه تر دی سر نه میش په دغه علاقه شه وسیجی. این حمله های هوایی با واکنش شدید امارات اسلامی مواجه شده است. ذبیح الله مجاهد با نکوهش این حمله میگوید که چنین حوادث نتایج بسیار ناگواری را در قبال خواهد داشت که کنترل آن از اختیار پاکستان بیرون خواهد بود. افغانستان اسلامی امارات یاد بریدون په کلک ټکو غندی او دغه غیر سنجیده اقدام د افغانستان پر حریم تجاوز او تیاری بولی. د افغانستان اسلامي امارت سیدنړی د زبرځواکونو پر خلاف د ازادۍ د اوږدې مبارزې تجربه لري. هیڅ چاته پر خپل خاوره د تیری اجازه نه ورکوي. پاکستانی ولس او نوې ملکی حکومت باید پرینږدي چې د پوځ څو تنه جنرالان په دغه ډول بې باکه کړنو سره د تیرو شلو کلونو په څیر د نورو جهتونو د ګټو لپاره خپلو غلطو سیاستونو ته دوام ورکړي. در واکنش این حمله های پاکستان، نیروهای سرحدی کشور مراکز نظامی پاکستان را در امتداد خط فرضی دیورند با سلاح‌های ثقیله هدف قرار دادند. وزارت دفاع ملی میگوید که نیروهای سرحدی آماده پاسخ به این گونه حملات تجاوزکارانه است. اول امر پاساس باندې دفاع وزارت ځواکونه تکړه او دوی هډی تبلیغ لاندې راغلي دي، یعنی ډیر لا نه جوړینو په دوی هډی تبلیغ لاندې راغلي دي او تلفات هم لري. امارات اسلامی می افزاید که پاکستان نباید افغانستان را به دلیل عدم کنترل، بی‌کفایتی و مشکلات در قلمرو خود مقصر بداند. با این حال در پی حمله هوایی پاکستان در پکتیکا 3 زن و 3 کودک جان باختند و 2 زن دیگر هم در ولسوالی اسپیره خوست جان خود را از دست دادند.